به نام خدا، با عرض سلام خدمت بینندگان پایگاه اطلاع رسانی معیار جلب. متاسفانه دیشب فردی و افرادی اقدام به قطع تک درخت روستای هدف گردشگری درک زرباد کردند. به همین منظور امروز به این روستا آمدیم تا گپ و گفتی با مردم و مسئولین شهرستان داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشیم. می منطقه روستای گردشگری درکا امرار معاش الان می مربگیم به سمت گردشگری. ما تازه نوی با همگیم گردشگری یعنی چی؟ ایهان کمانچو تخریب کنه، ایشان جزء میراث فرهنگی مال می اجداد هونه. الان مثلا همه درختی قد کده 45 سال قدمتی بیده، ای اگر سووی سرابورنتی ما شفا جاگوزینی کنیم. درک مردم دنبال گردشگری هست. با خبر شدیم متاسفانه تک درخت درک و یه آدم مغرض از بین برده و این باعث دلنگرانی همه جوامع محلی گردشگران و همه نودوستان اونایی که طبیعتگرد بودن شده. و من درخواستی دارم از همه جوامع محلی و گردشگران و اونایی که تور میارن تو روستای درک، ما همه باید به نوعی کمک کنیم و بتونیم این طبیعت رو برای همیشه نگه داریم. با توجه به اهمیت این درخت، امروز دهیاری با همکاری میراث فرهنگی و سایر ارگان ها تونستی درخت جایگزین به اون نقطه ببره و همونطور که مستحضرید اون درخت خودرو نبوده، مردم کاشتن. این هم مثل اون درخت ما اونجا میکاریم و برای همیشه اونجا استوار خواهد بود و اینو اون کس بدونه که این کار انجام داده، ما برای همیشه این درخت تو اون نقطه هست و اگه هرچند چندین بار این درخت کنده بشه بازم ما جایگزینی برای این داریم و همین کاری که از قبل کردیم انجام میدیم. و من خواهشم اینه که از تمامی نیروهای امنیتی و قوه قضاییه حتما به شدت با این فرد خاطی برخورد کنند که درس عبرتی بشه برای بقیه افراد که دیگه این کارو تکرار نکنند. متاسفانه امروز با خبر شدیم که افرادی در یک اقدام غیر انسانی تک درخت ساحل روستای درک رو که نماد روستای زیبا و هدف گردشگری درک بود، دیشب با اره برقی به جان این نماد زیبای روستای درک افتادن و متاسفانه اونو از بین بردن. ما خواهشی که از جامعه محلی داریم این است که نسبت به این موضوع حساسیت و واکنش نشون بدن. فعالین گردشگری که از صبح پیگیر این موضوع بودن، من تقدیر و تشکر میکنم. من خواهشی که از اداراتی مثل منابع طبیعی، یگان حفاظت منابع طبیعی، یگان حفاظت محیط زیست و حتی جهاد کشاورزی، چون درخت مثمری بوده، نسبت به این موضوع اقدام قانونی بکنند و انشالله دیگر شاهد چنین اتفاقی در این روستای هدف گردشگری که مهمان خیلی عظیم گردشگران از اقصی نقاط ایران عزیز و حتی جهان هست نباشیم انشالله.